بسم الله الرحمن الرحیم. مشارکت با حضور فعال مجموعه از کارشناسان متخصصین هم در عرصه های صلح و امنیت، هم در عرصه های رسانه‌داری و هم کسانی در زمینه حکومت داری تحقیقات و مطالعات و فعالیت هایی داشته بودن و برنامه‌اش بر این است که هم یک مجموعه از کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی در این عرصه انجام میشه، هم در زمینه ظرفیت سازی هاست کاربری صورت بگیرد و در همین راستا هم چند پروژه تحقیقاتی صورت گرفته انجام شده و هم یک مجموعه از کنفرانس ها و جلده های همبستگی در مناطق مختلف افغانستان برگزار شده. این انستیتوت اعضاش و اعضای هیئت مدیرش متشکل از کسانی هستند که از اقوام و مذاهب مختلف تشکیل شدن و یک نهاد ملی است و در جمع ما به همین صورت مجموعه از دوستان که تشکیل دارن هم از مذاهب و اقوام مختلف هستن و بنابر همین هست که در این عرصه ها انشاءالله کارهای خوبی صورت بگیره، کارهایی که از طرف این انستیتوت مطالعاتی صورت گرفته، کارهای تقریبا میتونیم بگیم کم نظیر و بی سابقه بوده. سال گذشته کنفرانس بین المللی در زمینه مبارزه با افراطیت در کابل برگزار شد که مصر و پاکستان و همین رو افغانستان و ایران حدود 700 نفر اشتراک داشتن و بحث ها و تبادل نظرهای بسیار خوبی صورت گرفتن و عرصه ها. در عرصه رسانه‌داری هم ما هم کارگاه های آموزشی و برنامه ظرفیت سازی داریم، هم کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی. دیگه امروز خدمت شما رسیدیم که از نظر شما استفاده کنیم، از تجارب شما و نقط نظرات و فیدبک های شما اشاره مستقیم بشیم و اگر دوستان ما سوالی داشتن از خدمت شما تقدیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیزم. اولا که خوش آمد از یک جهت باید گفت، از یک جهت نه، از این جهت نه که اینجا سرزمین خود شماست. ایرانی و افغانستانی رو دو تا ملت نمیشه حساب کرد، نه به لحاظ زبان، نه دین، نه جغرافیا، نه تاریخ. لذا اینجا همونقدر که شما مهمانید میزبانید، چنان که ما وقتی افغانستان بیایم خودمون رو مهمان حساب نمی کنیم. من دانشگاه کابل چند سال پیش آمدم، هیچ وقت احساس نکردم وارد یک کشور دیگه ای شدم، احساس کردم وارد سرزمینی شدیم که مردم خود ما هستن، فرهنگ ما، خونه خودتونه. و از این جهت که البته منت گذاشتید سر ما، تشریف آوردید اینجا، صمیمانه تشکر میکنم. من نمیدونم چرا با این که ما اینقدر به هم نزدیکیم اینقدر از هم دوریم و این واقعا یک فاجعه است. یعنی اولین مسئله ما اینه، من همون سفری که آمدم، توفیق داشتم آمدم کابل، چند سال پیش بود یادم نیست، نمیدونم از شما دوستان کسی اونجا تو جلسات با رسانه ها جلساتی داشتیم و با دانشجوها، یا اون موقع شما نبودین توی فضای فعالیت، 7-8 سال پیش بود که ای بود نمیدونم. اونجا من همین رو عرض کردم که ما شاید هیچ دو کشوری، هیچ دو ملتی، امروز حالا این به عنوان دو ملت و دو کشور حساب میشن، چون تا 100 سال 200 سال پیش که دو کشور و دو ملت نبودیم ما، ولی هیچ دو کشوری با مقیاس های امروزی نیستن که اینقدر به هم نزدیک باشن. یعنی به نظرم فقط ما و شما ایم که به خط فارسی می نویسیم، حتی تاجیکا هم فارسی صحبت میکنن ولی نمیتونن بخونن و بنویسن. روسا، کمونیستا خطشون هم عوض کردن تا رابطه شون رو با تاریخشون قطع کنن، همون کاری که انگلیس ها و غربی ها در ترکیه کردن، در ایران و افغانستان هم میخواستن بکنن. تو این جهت فقط موفق نبودن، گرچه خب تونستن مسلط بشن بر ما و این تجزیه و این تفکیک و درگیری های درونی، قومی، مذهبی، همه چی رو ایجاد کنن. اما اونی که باعث تأسفه که با وجود که این ارتباطات رسانه‌ای و اینا برقرار شده، دیگه امروز جغرافیا خیلی نقش نداره در ارتباطات، بازم ما با هم فاصله داریم. باز اخبار افغانستان از طریق رسانه‌های غربی به گوش ما میرسه، اخبار ایران هم از طریق اونا به گوش افغان مردم افغانستان میرسه و این خیلی چیز عجیبیه. این مشکل ما با مثلا عراق هم داریم، کشور بغل گوش ماست، سرنوشتمون اینقدر مشترک. تو عراق علیه ایران رسانه‌های غرب فعالیت میکنن، به مردم عراق میگن تمام پول و امکاناتتون ایرانی‌ها خوردن بردن. همون رسانه‌ها تو ایران
به افکار عمومی ایران میگن آقا هر چی پول و امکانات داشتین بردن عراق، بردن سوریه، خوردن بردن. یعنی دقیقاً وقت افکار عمومی ما و عراق، افکار عمومی ما و افغانستان باید از طریق این رسانه‌ها باشه. این اولین مسئله موجب تأسف و ضربات سنگینی خوردیم، بازم خواهیم خورد تا وقتی که اینو علاج نکنیم. آثار علمی و فرهنگی ما با اینکه احتیاج به ترجمه نداره اصلا، تنها کشوری که بدون هیچ ترجمه دو تا ملت میتونن با هم حرف بزنن ما و شما، با هیچ کشور دیگه نیست که ما احتیاج به وساطت ترجمه داشته باشیم. سابقه تاریخی و حتی جغرافیایی ما یکیه، هیچ وقت قندهار و هرات و اینا جدا از مشهد و تهران و اصفهان اینا نبودن، اینا همه یک سرزمین بودن، یک ملت بودن. حالا هنوزم که هنوز فامیلا و خانواده‌های زیادی داریم که بعضیشون در افغانستان، در هراتن، در قندهارن، بعضیشون تو ایرانن، تو مشهدن، تو شهرهای دیگه هم. همین الان ما داریم موارد متعدد که اینا مثلا 150 سال از هم جدا شدن، 100 سال جدا شدن، ولی فامیلن، اونا شناسنامه‌شون افغانستانه یا ایرانه. اگر کسی مرزهای اعتباری رو ندونه اصلا متوجه نمیشه که تو خاک افغانستانه یا تو خاک ایرانه. در مناطق مرزی نمیفهمی کجا ایرانه کجا افغانستانه. به لحاظ مذهبی و قومیتی بخش مهمی از همون تنوعی که اونجاست اینجاست. من اولین نکته که میخواستم خدمت دوستان عرض بکنم اینه که یه مسئولیت ویژه‌ای به عهده شما هاست در افغانستان و همکارانتون در ایران که ذهنیت مشترک، ذهن مشترک، زبان مشترک، درد مشترک، درمان مشترک، اینا با هم شناسنده بشه. اولا شناخته بشه توسط شما، بعد شناسنده بشه. سرنوشت جنگ و صلح ما هم با هم همیشه یکی بوده، چه اون زمانی که یک ملت یک کشور بودیم، چه بعد از اون که انگلیسی ها ما رو تبدیل کردن به دو کشور و دو ملت. ایران و افغانستان همیشه همزمان جبهه جنگ انگلیس‌ها، روس‌ها، چه زمان تزارها، چه کمونیست‌ها، چه بعد، و بعدم که خب آمریکایی‌ها و بقیه که آمدن بودن. زمان جنگ اول که ایران اشغال شده، خب افغانستان هم همینطور اشغال شده. تقسیم ایران به سه. سلام علیکم، خیلی خوش آمدین. خوش آمدید خانم، سلامت باشید، لطف کردید. خب قبل از اینکه شما تشریف بیارین، همه دوستان خودشون معرفی کردن و معارفه ای شد و من از دوستان خواستم اگر نکته مد نظر دارن که بحث کنیم بگن. البته هیچ کدوم چیزی نفرمودن، لذا من مجبور شدم که یکی دو نکته عرض بکنم، چند نکته به عنوان مقدمه، بعد وارد گفتگو بشیم که هر نکته که دوستان مد نظر شده. داشتم عرض میکردم که چه قبل از این که ایران و افغانستان به دست انگلیسا تبدیل بشن به دو ملت و دو کشور به لحاظ اعتباری، چه پس از اون ما سرنوشت مشترکی داشتیم و خواهیم داشت. هر وقت اینجا جنگ بوده، اونجا شده یا صلحی بوده، غم و شادی ها مشترک بوده. حالا غیر از مسئله مهاجرت که یه نمونه طبیعیشه، خب وقتی در افغانستان روسا و کمونیستان آمدن و او قضایا پیش آمد، طبق آمار چیزی حدود 3 میلیون نفر از برادران و خواهران افغانستان وارد ایران شدن. ایرانی که خودش درگیر جنگ بود، خودش آواره داشت، یعنی چند میلیون آواره از غرب و جنوب کشور از دست صدام آواره شدن بیان اینور، و علی رغم بعضی مشکلات که طبیعیه در شرایط خاص و فشار و مهاجرت و اینا پیش میاد که اونا قابل کتمان نیست، قابل جلوگیری هم شاید نبوده و نیست، ولی مجموعا لااقل من که مشهدی و خراسانی هم هیچ وقت احساس نکردم مثلا افغانستان یه جای دیگه است، ما یک جای دیگه ایم. مشهدی ها خودشون افغانستانی میدونن، افغانستان هم جزو خراسانه. این حالت بیگانگی غالبا نبوده هیچ وقت. زمانی که روسا و انگلیسا ایران را تقسیم بر سه کردن، منطقه ظاهرا بی‌طرف و دو قسمت بین خودشون، همین بلا در افغانستان هم آمد. زمانی که اینجا اشغال کردن، کمی قبل کمی بعد اونجا اشغال شده. و نکته جالب اینه که هم روسا زمان تزارها و کمونیستا و بعد و هم انگلیسا، یکی بر سر هند که
انگلستان رو ثروتمند کرد. یه وقت خود انگلیس ها گفتن فقط ما طلاهایی که از ایالت بنگال هند بردیم، بافت شهری، شهرسازی و معماری در لندن و منچستر اینا همه رو ما تغییر دادیم فقط با طلاهای بنگال هند، که بعد جوانان هندی و پاکستان و افغانستان و ایران برن اونجا حسرت بکشن ای لندن رو نگاه، منچستر سیتی رو نگاه، اینجا رو نگاه، پاریس رو نگاه. و چه انگلستان برای دفاع از هند و نفوذ تو منطقه، روسا برای دسترسی به آبای آزاد. همیشه این منطقه ما و شما تقریبا با یک توجیه ما مورد حمله قرار گرفتیم و دیر یا زود، گاهی همزمان، گاهی با فاصله های کوتاه، مصیبت های مشترک بر سر دو ملت آمده. سیاست هایی که اول انگلیس ها بعد بقیه غربی ها در ایران اجرا کردن، در افغانستان اجرا کردن، در ترکیه اجرا کردن، چه در حوزه فرهنگ، چه در حوزه تمدن، چه در حوزه تلاش برای تغییر لباس، تغییر زبان، تغییر مذهب، دین، نه همه مثل هم بودن. وقت این سوال مجدداً تر میشه که چرا ما اینقدر با هم کم ارتباطیم؟ رفت و آمد بین کابل و قندهار و هرات و اینها با تهران و مشهد و اصفهان و تبریز و اینها باید مثل رفت و آمد داخل یک کشور باشه، به خصوص نخبگان، به خصوص الیت، روزنامه نگاران، مطبوعاتی ها، رسانه‌ای ها که در جهت دادن به افکار عمومی خیلی نقش داره. نکته دوم نقش رسانه است، چون همه شما به یک معنا رسانه هستید. من سه تا نکته به نظر آمد خدمت رفقا عرض کنم اگر فرصت باشه. یکی راجع به حساسیت، ضرورت حساسیت رسانه در ایران و افغانستان در مورد شکاف‌های قومی، قومیتی. یکی شکاف‌های مذهبی که این دوتا افغانستان رو نابود کرد و اینا الان تهدیدهای اصلی متوجه ما هم هست. این دوتا جهان عرب رو از آستانه بیداری اسلامی و غلبه بر دیکتاتوری کشون توی دامنه مخرب جنگ‌های مذهبی و قومیتی و عراق و سوریه و یمن و همه رو منهدم و متلاشی کرد. الان هم تنها راهی که جلوی رشد افغانستان گرفته بشه باز همین شکاف‌های قومی و مذهبی است. یکی این دو مورد رو من خواستم یه نکته عرض بکنم بعد نظر دوستان رو بشنوم. و قبل از اون اهمیت به رسالت رسانه رو، میتونی با این رسانه یک ملت رو نابود کنی، میتونی نهاد خانواده رو ظرف 30 سال متلاشی کنی، میتونی یک نسل رو افسرده کنی، ناامید کنی، میتونی فحشا رو و فساد رو که قبلا باید کسی که دنبالش بود میرفت هزینه پرداخت میکرد، یه جای خاصی پیدا میکرد، حالا بیاری تو گوشه تمام اتاقها و خونه ها و تو جیب هر کسی. میتونی با این رسانه کار کنی ملتت آرزو کنه نوکر باشه، هرگز آرزوی عزت نکنه، آرزوی ذلت کنه، مثل سگی که وقتی پوزش رو رو کفش اربابش میماله لذت میبره، یه استخوان جلوش میندازن ولی تو سرش هم بزنه خوشش میاد. میتونی یه ملت رو اینجوری کنی با رسانه، با سینما. میتونی یک کار کنی یک ملت چنان مغرور و متکی به نفس باشه که اجازه نده حتی به ضعف‌هاش توهین کنن، ضعف‌هاش هم تبدیل کنه به عناصری بالقوه برای تبدیل ضعف به قدرت. یه ملت اگر گرسنه باشه ولی سرش بالا باشه و به تعبیر امام بتونه بگه ما میتوانیم، ما میتوانیم، او مشکلاتشو حل میکنه، واقعا بد میتونه. اما اگر رسانه ها در یک کشور مدام به ملت تلقین کردن شما نمیتوانید، آنها میتوانند، ما نمیتوانیم، قطعا اون ملت نخواهد توانست. ملت افغانستان ملتی امام که امام توی وصیت‌نامه‌اش به تو چندین جا میگه اگر کسی فقط به ملت افغانستان نگاه کنه، نسل قبل از شماها، نسل قبل از شماها، که چگونه با دست خالی، با یک کف دست نان خشک تو ارتفاعات جنگیدند و بزرگترین امپراتوری و ارتش جهان رو که ارتش شوروی بود شکست دادن و مچاله کردن با توکل به خداوند،
امام تو وصیت‌نامه‌ش هم میگه چندین جا میگه میگه کسی فقط به ملت افغانستان نگاه کنه قدرت خدا و قدرت مردم رو میبینه، میتونه ببینه انسان چقدر قدرت داره. یعنی ملت افغانستان نمایش یک اعجاز بود نسل قبل از شما. منتها ضعف فرهنگی و اخلاق اسلامی کار میکنه که در ایران هم این مشکل ما داشتیم، در افغانستان داریم، تو کشور عربی هم همه جا داریم، متاسفانه بزرگترین مشکل ماست. اینایی که بزرگترین غولهای قدرت رو شکستند بعد خودشون به دست خودشون در هم شکستند. یعنی وقتی که مجاهدین وارد کابل شدن کی باور میکرد که اینا دوباره از کابل خواهند رفت و همون مقدار کشته ای که به دست کمونیستا دادن خودشون از هم خواهند کشت و دوباره کشور را آماده میکنن تحویل انگلیس ها و امریکایی ها اینا میدن؟ کی باور میکرد؟ همه شون هم سوابق جهادی، ربانی، اون حزب اسلامی کی بود؟ حکمتیار هر شبت که و گروه های دیگه شیعه سنی. حتی شما دیدید دو تا گروه شیعه وحدت اسلامی و اتحاد اسلامی با هم میجنگیدن. اسماشون جالبه، وحدت اسلامی، اتحاد اسلامی، دو تا گروه سنی با هم جنگیدن. باز گروه وهابی درست کردن سنی ها رو تکفیر کنه، سنی شیعه رو تکفیر کنه، باز وهابی بیاد بگه سنی ها کلن کافرن، بعد طالبان بیارن مسلط، بعد داعش حالا آمده طالبان رو داره تکفیر میکنه. این خیلی جالبه، داعش داره میگه که القاعده و طالبان کافر مشرکن، باز اینا رو اونا باز اینا رو قبول ندارن. دعوای هزاره و تاجیک و پشتون و اینا در کشور شما، تو کشور ما یه جور دیگه، تو جای دیگه یه جور دیگه. آقا شما زبانتون با هم فرق میکنه، آقا قومیتتون با هم فرق میکنه. من یک سند فقط حالا تو این قضیه برای شما عرض بکنم که جزء اسناد وزارت خارجه انگلیس بود، بعدم دیگران. اینا همون اولی که افغانستان آمدن، همون زمانی که داشتن منابع زیرزمینی افغانستان رو شناسایی میکردن، کجا چی داره، کجا چی داره، که بعضیشو هنوزم شماها نمیدونین، اونا میدونن چه منابع عظیمی در افغانستان هست، حالا غیر از گاز و چی و چی، که اصلا تا به حال نه استخراج شده نه فعال شده به نفع ملت افغانستان. همینا خودش میتونه افغانستان رو به یک از ثروتمندترین کشورها و ملت‌های جهان تبدیل کنه و شما خبر ندارید. ما هم تو ایران همینطور، انگلیس‌ها، فرانسوی‌ها، روس‌ها، آمریکایی‌ها، آلمان‌ها از زمان رضاخان، اواخر قاجار و اوائل پهلوی و زمان پهلوی، یه عالم منابع زیرزمینی تو ایران اینا نقشه‌هاشو داشتن که خود ایرانی‌ها نمی‌دونستن. وقت جالب اینه، همونطور که مطالعه می‌کنن کجا زیر زمین چی داری، همزمان مطالعه می‌کنن رو زمین چی داری، یعنی تو جامعه چی داری. یکی از چیزایی که توی اسناد من فقط یک نمونهشو براتون بخونم بفهمید خطر چقدر جدیه. اینا 150 سال پیش مطالعات تو افغانستان کردن، الان چه خبره؟ یک اصل کلی دارن، چگونه از انرژی افغانستان علیه افغانستان استفاده کنن، چگونه ایران را به دست ایران بزنن، چگونه مسلمین رو به دست خودشون کنترل کنن. داره گروه‌های قومی رو سفیر انگلیس در افغانستان، خب سه تا جنگ شد افغانستان با انگلیس ها جنگیدن، در بعضی ها پیروز شدن، صدها نفر از اشغالگران رو زدن. و خیلی جالبه، یکی از اسنادی که حتما من توصیه میکنم شما برید ببینید دقیق، این نسل شما در جریان باشه، انگلستان و روسا سر ایران و سر افغانستان همش با هم دعوا داشتن دیگه به خاطر منافعشون. هر وقت انگلیس میدید که تو قندهار یا هرات یا اون مناطق کابل و اینا در جهت منافع انگلیس نیستن، فشار می آورد از طریق قاجار تو ایران، آقا افغانستان که مال شما بود، اینا که شهرهای شما بودن، برید فلان. از این طریق هر وقت در دربار ایران یه مقاومتی در برابر انگلستان صورت می گرفت، می آمدن اونجا از طریق حاکم کابل یا قندهار که اینا همه خب سکه به نام سکه ایرانی می زدن، شاه ایران بود، جزء ایران، با اونا علیه اینا درگیر می شدن. یا مثلا در هندوستان اعلام جهاد شده علیه انگلیس ها، تیپو سلطان که خب میشناسین دیگه حتما، در اونجا مجاهد بزرگ شیعه هم بود و ضربات سنگینی هم زد به انگلیس ها، کمک میخواد از عثمانی و از قاجار ایران فتلیش ها که آقا شما مسلمان هستن به ما کمک کنید. انگلستان میاد در اون لحظه که یه حاکمی در یا قندهار یا هرات با تیپو سلطان داره همکاری میکنه،
اونجا میاد به ایران به شاه قاجار میگه آقا این قندهار و کابل و هرات که جزء ایران بوده برو بگیر، در حالی که 4 سال قبلش خودش به اونا گفته آقا اینا شما مستقل این چه ربطی داره به ایران، قیام کنید ما پول اسلحه کارشناس بهتون داده که علیه ارتش قاجار بجنگی. در لحظه که حاکم افغانی افغانستان داره با تیپو سلطان همکاری میکنه علیه انگلیسا و سیک هایی که با انگلیسا دارن همکاری میکنن، یه مرتبه اینجا از پشت ضربه میخوره. باز لحظه ای که قاجار با انگلیسا درگیر شده و هرات رو میان ایران اعلام میکنه، هرات که جزو ایرانه، اصلا خود در تمام مذاکرات و اینا هم که همش از هرات تا قندهار اینا جزو خاک ایران و اینا حساب میشده، چجوری شده داره این کارا میشه، چون حاکم هند امپراتوری انگلیس در هند داره از طریق حاکم هرات و قندهار در اون تاریخ عوضشون کرده، رو اون افراد دیگه ای رو آورده مسلط شده، فشار بیاره رو اینا تا این میخواد بره هرات رو محاصره میکنه که آزاد کنه. انگلستان به این قاجار اعلام جنگ میکنه، حمله میکنه، جزیره خارق رو از جنوب میگیره و میگه دست از محاصره هرات بردارید، دیگه کاری به هرات تو اینا نباید داشته باشی و فلان. یعنی اصلا مسئله اونا نه هرات، نه قندهار، نه خراسان، نه مشهد، نه هیچی، مسئله ای که به دست ای که اینو تضعیف کنه به دست ای او رو تضعیف کنه. با این شیوه نزدیک 150-200 ساله دارن حکومت میکنن بر ما و شما، همین الان هم همین شیوه ادامه داره. شما میدونید در همین سالهایی که خب هزینه اقتصادی سنگین ایران برای مهاجران افغان پرداخت و باید هم میپرداخت، ولی خب یه عده زیادی مخالف بودن، یه عده زیادی همینا که الان میگن نه غزه نه لبنان نمیدونم نه بوسنی نه افغان، اینا رو هم گفتن جانم فدای ایران و دروغ هم میگن، هیچ وقت اینا جانشون فدای ایران نکردن، هیچ وقت اینا تو جنگ نبودن، در حالی که ما نزدیک 2 یا 3 هزار شهید افغانستانی داریم تو جنگ با صدام. نمیدونم این آمار رو شما خودتون دارید یا نه، 3 هزار افغانستانی اغلب شیعه بودن ولی حتی سنی هم بینشون بود، حتی سنی شهید مجاهد سنی افغانستانی ما داریم که تو جبهه های صدام اومده از ایران انقلاب اسلامی دفاع میگه. اصلا بحث من ایران و افغانستان نه، بحث ما همه یکیم و بحث اسلامه. ما تو جنگ با صدام شهید فرانسوی داریم، شهید آمریکایی داریم، شهید ژاپنی داریم، حالا اونا تک و توکن، ولی 2-3 هزار شهید افغانستان داریم. و چقدر ما از بچه های ما تو افغانستان شهید شدن زمان جنگ با روسا با کمونیستا. و خب ولی با دعوای شیعه و سنی، شیعه و شیعه، سنی و سنی، سنی و وهابی، هزاره و تاجیک، تاجیک و پشتون، نه همینطور این سیاست میخوام بگم 150-200 سال ادامه داره. او اون موقع داره بررسی میکنه، من اینو خواهش میکنم بهش توجه کنه، داره اقوام افغانستان رو بررسی میکنه، میگه یکی یکی هر کدوم اسم میبره، میگه نقاطی که میشه اینا رو از طریق خودشون رو کنترل کرد، اون نقاط رو میگن. مثلا میگه پشتون ها عمده ترین گروه قومی در افغانستان در بخش شرق و جنوب. کی داره اینو میگه؟ پرسی کاکس. کیه اون؟ همین کسیه که نماینده انگلستانه و با نماینده فرانسه که کل خاورمیانه رو اینا مرزبندی کردن، تقسیم بندی کردن بعد از جنگ اول و دوم بین الملل. گفتن اینجا ایران، اینجا عراق، اینجا اردن، اینجا قطر، اینجا امارات. این کشورها که اصلا قطر و امارات و عربستان سعودی و اردن و اینا اصلا وجود نداشتن که، حجاز بوده، شام بوده، عراق بوده، ایران بوده. این همه 50-40 تا کشور کجا بوده؟ مرزهایی که بین ایران و افغانستان و ایران و عراق و کجا و کجا نمر انگلیسا تعیین کردن. همین کسی که این مرزها رو تعیین کرده داره این مطلب رو نوشته، جزو این تئوریسین های وزارت مستعمرات و وزارت خارجه انگلیسه. دقت کنید، پرسی کاکس میگه پشتون ها ترکیبی از نژاد ایرانی و ترکی، بنابراین این خودش یک جای کار داره که اصلا شما ریشه هاتون ایرانیه، پشتون ها حتی نه فقط تاجیکا یا ترک و ایرانی، این میشه بین اینا دو. بعد میگه که ما 12 میلیون پشتون داریم اون موقع، حالا که حتما بیشتر شد، 6 میلیون یک خط مصنوعی سواحل راست رود سنده. میگه خود پشتوها دو طرف سندن، رود سندن، بله، خود همین میگه یک روی باید کار کنیم به عنوان یک زخم. دقت کنید، به عنوان یک زخم که اگر یه وقتی
این طرف رودخانه سند پشتوها علیه ما درگیر شدن، پشتوهای اینور رودخانه رو به جانشون بندازه. بعد بحث دعوایی که شما ایرانین یا ترکین ریشهاتون، اصلا افغانستانی هستین نیست، از کجا اومدین؟ دوم میگه که تو بعضی از اساطیر پشتون ما بررسی کردیم راجع به ریشه نژادیشون، یه جا دیدیم گفتن ما جزء اولاد بنی اسرائیلیم، که یعنی میخوام بگم ما حضرت موسی علیه السلام سابقه دینی. علامت میزنه سر پرسی کوکس، علامت میزنه که خب میشه یک نقطه وصلی بین اینا روش کار کن. اصلا کی به ذهنش میرسه این حرفا رو؟ 100 سال پیش، 150 سال پیش داری حرفا زده میشه. میاد جلو میگه که مسئله دیگه بین پشتوهان این جرگه هست، لوی جرگه که مجمع سران قبائله. اینا قوانین قبیله ای رو باید اجرا کنن، خودشون یک خانواده بزرگ میدونن و با جهان غیر پشتون کلا بیگانه، همیشه بین خود پشتون و غیر پشتون یک مرزی دارن. اینم یک نقطه باید روش کار کرد که اگر یه وقت دیدیم بین پشتو و غیر پشتو سر منافع ما اختلاف افتاد، چگونه به دست اونا اینا رو بزنیم؟ به دست اینا، همیشه شما رو به دست خودتون زدن، ما رو هم به دست خودمون زدن، الان هم شما رو به دست خودتون میزنن. چرا افغانستان باید سرزمین مجاهدان بزرگ، سرزمین سلحشوری و غیرت، که امام تو وصیت‌نامه‌اش میگه این ملت افغانستان معجزه الهی جلو چشم همه ملت‌ها. ببینین دیگه شما دستتون خالی تر از مجاهدین افغانستان که نیست که. آقا اسلحه نداریم، اینا نون هم نداشتن بره خورده، اینا پیروز شدن دیگه. کسی بعد از جهاد افغانستان، امام میگه حق نداره دیگه بگه که نمیتونیم، اینا تونستن. ولی الان چرا 200 سال افغانستان همش تحت اشغاله؟ آخه چرا این سوال نکنیم از خودمون؟ اول انگلیسا، بعد روسا، باز انگلیسا، باز روسا کمونیستا، باز فلان، قبل تزارا، باز آمریکایی ها، باز انگلیسا، باز دوباره همطور به هر بهانه ای. همیشه باید اونجا یا رسما بالا سر ملت افغانستان باشن یا غیر رسمی تو پادگان ها 7 8 10 تا پادگان دور و بر مواظب باشن، بگن ما که با مشکلاتتون کار نداریم، ما فقط مدیریتتون میکنیم. یک سوال بزرگه. یک ریشش اینه. ببینید صد و چند سال پیش میاد میگه غیر از اینکه ما تو مجمع سران قبائل و لوی جرگه که یک تهدیده، یه فرصته برای ما، چون همه قبائل با هم رقابت و اختلاف دارن، سران هر قبیله دارن، مجمع سران قبیله. بعد فرهنگ قبائل پشتون سنتی است، مبتنی بر عرف و عادت، و اینا بیگانه‌ان با غیر پشتون، از این استفاده کنید. بعد جالبه میگه خود جامعه پشتون 3 تا سیستم بزرگ قبیله‌ای دارن. اینم یه شکاف دیگه بین دورانی و کولانی و نمیدونم چی، که اونا جنوبن، تا قرن 18 اصلا به رسمیت شناخته نشدن، با اینایی که در آمدن به سمت هرات پراکنده شدن، با اونایی که بین کابل و قندهارن و اکثرا کوچنشینن، و کولانی ها که مرز افغانستان و پاکستانن. نقطه بعدی میگه بین اینایی که تو پاکستانن و اینکه تو افغانستانن، ما اینجا از مفهوم نیشن استیت میتونیم استفاده کنیم برای شکاف بین این قبیله پشتون که تو منطقه مرز است. یعنی عوضی که بشینه فکر کنه چجوری میشه صلح و دوستی و اتحاد ایجاد کنه، هی شعار و صلح و دوستی و جامعه مدنی میدن، تمام نقشه هایی که چجوری 100 تا جنگ بالقوه بچینیم. شما میدونید این مرزهایی که کشیدن، همه این مرزبندی ها نطفه جنگ توشه. مثلا مرز ایران و عراق رو اروندرود و نمیدونم اون سه تا جزیره و بحرین و اینا یک چیز درست کردن که همیشه هر زمانی بشه یک دعوای عرب و عجم از توش در آورد. بین ایران و پاکستان این مرزها خب انگلیسا کشیدن دیگه، این بلوچستان و پاکستان که با ایران یکی بود، بین افغانستان و پاکستان مرزهایی که کشیدن. و همینطور نمونه دیگه الیور روا میگه که دو تا کنفدراسیون قبیله ای پشتون هستن در افغانستان، مدام با هم رقیبن. ما در هر دو کنفدراسیون پشتون جدا جدا آدم داریم که اینا بین خود با بقیه میگن ما پشتونیم، من به خودشون دیگه پشتون نیستن. این میگه من قبیله الفم، میگه بیام دیگه پشتون نیست. ما دیگه تا اینجا پشتون میخواستیم، اینجا بعد دیگه پشتون مشتون کار نداره، اینجا باید لازم باشه خودشون به جون هم بیفتن. میگه از زمانی که در قرن 18 استقلال ظاهری افغانستان شد تا الان اینا با هم رقیبن. دورانی ها از نیمه قرن 18 تا اواخر قرن 20 یک سلسله قدرت و حکومت داشتن. ریشه ارتباط ریشه اینا تو حزب دموکراتیک خلق افغانستان، ارتباطشون با احزاب پیشاور، بعد که انقلاب کمونیستی میشه
رگه های ارتباط مسکو با اینا. شما ببین از قبیله سنتی که حتی میگه دخترش حق درس خوندن نداره، حق دیده شدن نداره ولو با حجاب، تا کمونیست، همه اینا رو از یک رگه یک قبیله شناسایی میکنه، دستبندی ایجاد میکنه روش بود چطور کار کن. میاد سراغ تاجیکا، یک میگه اینا ایرانی اصلا دو تا گروه هن، اونایی که شمال شرق افغانستان هن شیعه هن، اینایی که بامیان طرف های بامیان اینا هستن عمدتا سنی هن. این یک شکاف بین تاجیکا، تاجیک شیعه تاجیک سنی، این رو باید روش یه نطفه آماده داشته باشه. یه وقت نکنه کل تاجیکا با هم متحد شن علیه انگلیسا یا با بقیه افغانستان متحد شن علیه ما، علیه غرب. دوم میگه که اینا از شمال کابل تا بدخشان پخشن، هیچ حد و مرز شناخته شده فرهنگی اجتماعی سیاسی بین خودشون و دیگران ندارن. تاجیکا بازتر و لارجترن و تعصب تاجیکی خیلی نسبت به سایر قبائل ندارن. این یک فرصت، یک تهدیده. برهان الدین ربانی از اون حبیب الله بچه سقا در افغانستان که اون جریان بود تا احمد شاه مسعود، اینا چه تأثیراتی در افغانستان زمان کمونیست‌ها و پس از کمونیست داشته. وقت شما میدونید که ارتباط ما با اینا حتی قبل از انقلاب بود، اونایی که باهاش ارتباط داشتن اینا، امام زمان انقلاب در نجف یه متنی بود از امام بین بچهای انقلابی بود. حالا اون موقع من زمان انقلاب مثلا 14 سالم بود ولی یادم اینو کاملا. امام یه 10 15 تا توصیه داشت، هم راجع به عبادات، هم راجع به ورزش، هم مطالعه. مثلا کوهنوردی چی، نماز چجوری، مثلا روزه مستحبی، خدمت به فقرا، این کتابا رو بخونید، قرآن، نهج البلاغه، فلان آموزش میدن. چی گفت اصلا میگم او قبل از انقلاب احمد شاه مسعود که یک نوجوانی بوده دیگه قاعدتا، میگم این لیست امام دستش بود و بر اساس این خودش و گروهی که باش کار میکردن کار میکرد. یا همون مثلا فرض کن معلوم دکتر شریعتی تو ایران، همون زمانی که تو ایران تاثیرگذار بود در افغانستان تأثیر بوده، اصلا جنبش دانشجوی افغانستان و ایران یکی بوده. تاریخ تأسیس دانشگاه های غرب انگلیسی در ایران و افغانستان همزمان بوده. سیاست هایی که غرب در ایران ایجاد کرد، مثلا در ایران درست همون زمانی که شروع میکنن به حذف روحانیت و آخوند و اینا ممنوع میشه، اصلا حوزه و آخوند و روزه امام حسین، همون زمان در ترکیه و در افغانستان همزمان داره این سیاست اجرا میشه. کشف حجاب جالب، اول در ترکیه، افغانستان قبل از ایران نه. یعنی انگلستان تو این سه تا خط داره همزمان تو این سه تا کشور عمل میکنه. علت چیه که کمونیسم و شوروی اومده میخواد یک خط دفاعی غرب در برابر شوروی بکشه که هم این خط مقدمش رو حفظ کنه، منافعش رو. و دقیقاً حتی این رضا شاه پهلوی میره ترکیه، میبینه که حالا عقلش هم نمیرسه او پیشرفتایی که اون موقع او در ترکیه دیده کار عثمانی ها بوده، چون ترکیه نوکر انگلیس که تازه آمده بوده، او ساختمان معماری دانشگاه ها و اینا پیشرفت داره، اینقدرم شعور نداشته. ای رضا خان پهلوی شاه ایران که بابا تو رفته اونجا شیفته پیشرفت ترکیه عثمانی شدی، خب اونا که ساخت عثمانی بود، عثمانی ها با غرب میجنگیدن، تو چی دیدی اونجا؟ فقط دیده بود مثلا مشروب فروشی آزاد شده، میدونم مسئله پوشش و این حرفا آمد. بعد جالبه گفت که شاه افغانستان با خانمش آمده تهران، بی حجاب بوده، افغانستان داره از ما سریعتر پیشرفت میکنه، این علامت پیشرفت بود. زود بجنبه که از افغانستان عقب افتاد. خب این خط نه خط افغانستان بوده، نه خط ایران بوده، نه خط ترکیه بوده، خط مردم نبوده. تلاش برای تغییر زبان و خط در افغانستان و ایران همزمان با ترکیه شروع شد. تو ترکیه موفق شدن، چون عثمانی پدر اینا رو در آورده بود، 500-600 سال رفته بود تا مرزهای اتریش. همین الان پایگاه پادگانهای عثمانی هنوز رو ارتفاعات مشرف به وین هنوز هست. یعنی اینا اتریش هم گرفته بود، یه خیزی دیگه میرفتن آلمان رو میگرفتن، کل اروپا دست عثمانی بود. 600 سال مثلا یونان 350 سال حکومت اسلامی داشته، عثمانی ها بودن کل اروپا. اونجا ضربه رو سنگین زدن، خط اینا رو تغییر دادن، دیگه اینا ارتباطی ندارن با گذشتهشون. الان جوان ترکیه تاریخ دیگه نداره، تاریخی نداره، چون نه خط عثمانی، خط فارسی عربی نداره دیگه. در حالی که زمان عثمانی شما تا بالکان تو بوسنی و سربستان شاعر فارسی زبان داشتیم. الان دانشگاه سرایوو
گفت ما در بالکان 46 تا دیوان شعر فارسی داریم از اهالی خود ما، نه این اروپایی هایی که دیوان شعر فارسی میگفتن. زبان دیوان سالاری دربار عثمانی هم زبان فارسی بود. امپراتوری تیموریان در هند هم که بهتر از ما میدونید باز فارسی و ایرانی های سنی اهل سنت بودن. همین الان هرچی توریست میبرن هند، ساختمون هایی که نشون میدن از تاج محل تا اون معماری های قرمز تو خود دهلی هست همه رو میبرن، همه با خط فارسی نوشته دیگه روش. همه یک تمدن عظیمی بوده. چجوری اینا رو در هم شکستن؟ هندو چجوری گرفتن؟ 300 سال غارتش کردن. چرا 100 هزار سرباز انگلیسی توانسته 1,000,000 سرباز هندی رو در خدمت بگیره؟ بعد با هندی ها رفتن آفریقای جنوبی، با هندی ها حمله کردن به ایران. خودشون 100 هزارن، 1 تا 2,000,000 سرباز هندی، سیک و هندو و بعد مسلمان ایجاد کرد سرباز گرفتن. الان در افغانستان برادر خواهر همین کار ادامه داره، به دست خودتون دارن شما رو مدیریت میکنن. چرا؟ یک، اختلافات داخلی رو ما نمیتونیم درست مدیریت کنیم. ما اختلافات قومی و مذهبی داخل افغانستان، داخل ایران، داخل کشورهای عربی رو مدیریت نکردیم. در حالی که اروپا چند صد سال همدیگر رو سلاخی کردن، ولی الان اتحادیه اروپا داره، پول واحد، یورو، ارتش واحد، ناتو، قانون اساسی واحد، پارلمان اروپا. با اینکه شما اگر بخواد خونین ترین قاره در جهان قاره اروپا است. هیچ قاره وحشی تر از اروپا نشده بدونید. در هیچ قاره به اندازه اروپا انسان کشته نشده. اینا فقط تو همین دوران مدرن و مدرنیته توی دو تا جنگ بین الملل خودشون با خودشون 100,000,000 از همدیگه کشتن. کدوم قاره این همه کشتار شده؟ چنگیز و نرون و نمیدونم کی اینا این کارا رو کردن. این فقط با یه شاسی 300,000 تا 500,000 آدم رو تو هیروشیما زد خاکستر کردن. باز اینا پلیس بمب اتم، رئیس دزدا شده رئیس پلیس. بزرگترین جنایت ها رو تو دنیا کردن، باز رئیس حقوق بشر اینا هم. گوانتانامو و هر شبت که ابو غریب و زندان افغانستان چیه؟ بگرام. اینا رو هم اندازن شکنجه های قرون وسطایی، تجاوز، تجاوز جنسی به مرد بزن، حیوانات به جون آدم ها انداختن، تحقیر و جنایت، باز اینا طرفدار حقوق بشر. زن رو به اسم آزادی تبدیلش کردن به کالای سکس. تو اگه وقتی ارزش داری که خوشگل بشی و خودتو برای من خوشگل کنی، یعنی دقیقا منطق مرد سالاری، یعنی دقیقا به اسم فمینیسم مرد سالاری حاکم شده. یعنی زن کی ارزشمنده؟ وقتی که جذابیت برای مرد داشته باشه. اصلا آقا مسئله خانواده و پوشش برای چی میگن؟ برای که میگن زن و مرد اگر اوریان و برهنه بیان تو عرصه عمومی، جنسیتشون بر انسانیتشون مقدم میشه. یعنی ما به جایی که به همدیگه به عنوان انسان نگاه کنیم، بگیم برادر خواهر، به عنوان مذکر و مؤنث نر و ماده همدیگه رو میبینیم. هرچی انسان برهنه تر باشه، جنسیتش مسلط میشه بر انسانیت. ولی وقتی پوشیده باشی، شما نه زنی نه مردی، انسانی. انسانیتت مقدم بر جنسیتت میشه. خب اینا به اسم دفاع از حقوق زن خانواده رو نابود کرد، به اسم دفاع از حقوق کودک. آقا در رأس حقوق کودک حق مشروع به دنیا آمدنه، حق داشتن پدر و مادره، حق داشتن خانواده است، حق سقط نشدنه. سقط جنین یعنی ترور یک انسان که نمیتونه از خودش دفاع کنه. بله، مگر سقط جنینی که به لحاظ بهداشتی جان مادر در خطر باشه، ولی سقط جنین همجوری. خب شما این رسانه های دشمنی کارو کرد. شما تا 100 سال پیش ما یه مشکل البته داشتیم، هنوزم داریم، تعصب. حالا تو افغانستان هم متاسفانه بیشتره و این خیلی بده. دشمن داره از این تعصبات استفاده میکنه. من این چیزی به شما بگم، تجربه تاریخی من استدلالم خاصیت براتون میکنه. در جوامعی که تعصب زیاده و جاهلیت، سکولاریزم و کفر سریعتر رشد میکنه. این قبول داره؟ چون افراد تفریط میاره.
یه چیزی به شما بگم، رهبران لیبرالیسم و کمونیسم در ایران اغلب بچه‌های خانواده‌های بودن به شدت بسته مذهبی و حتی روحانی، تو یک محیط بسته تحت فشار که از حقوق اولیه و اساسیش هم محروم بوده هم بی اطلاع بوده، سنت‌های قبیله‌ای و اینا رو فکر کرده اسلام. بعد میگن تو نمیتونی از شر این ظلم و تحقیر رهاشی، به خصوص زن و دختر، مگر اینکه از شر سنت و اسلامت رهاشی. تفسیر دیگه از اسلام وجود نداره الا تفسیر لیبرال. بله یه اسلام لیبرالی داریم که واجب و حرام نداره، تقوا و جهاد با نفس نداره، آخرت خیلی مهم نیست، خدا مهم نیست، همین دنیا رو خوش باش، ظواهر مذهبی مثل کلیسای سکولار، شما مذهبی باش به این معنا. ما چرا باید بین تعصب و جهل مذهبی و قبیله‌ای با الحاد و شکاکیت یکی از این دو تا رو انتخاب کنیم؟ نه آقا، راه سوم داریم، مسلمان معاصر باش، مسلمان معاصر باش، شرایطتو بفهم، به تمام این ابزار و آگاهی‌ها مسلط و مجهز شو، زن و مرد در همه عرصه‌های اجتماعی حاضر باشن مطابق رعایت شؤونت. قرآن می‌فرماد که خداوند به مردان و زنان مؤمن ولایت داده است که چیکار کنند، حق داده بلکه وظیفه تعریف کرده که تو عرصه اجتماعی، مسائل اجتماعی، علم، سیاست، اقتصاد، در کنار خانواده، نه علیه خانواده، حضور داشته باشه و امر به معروف نهی از منکر کنه. امر به معروف نهی از منکر یعنی چی؟ یعنی رسانه. شما بدون رسانه مگر میتونی؟ بله میتونی تو محله خودت با همسایت بگی مثلا تو محله ما آقا زور نگو. امروز مهمترین ابزار امر به معروف و نهی از منکر در طول تاریخ در اختیار شما هست، ساختن فرهنگ جامعه، تلاش برای اجرای عدالت و قسط، تلاش برای رشد فرهنگی و تربیتی، مبارزه با جهل و خرافات، مبارزه با استبداد و عقب ماندگی، مبارزه با غرب زدگی و شرق زدگی. این ملت افغانستانی که من یه وقت خودم یه بابر که از افغانستان رفت از ارتفاعات هندوکش گذشت وارد هند شد، خاطراتش نوشته، نمیدونم دیدین یا نه، یک جوری تعریف میکنه که انگار از یک واقعا اینجوری بوده، از یک جامعه متمدن وارد یک جامعه فقیر گرسنه بیچاره شده. تعریف که میکنه میگه اینا اصلا بلد نیستن ابزار بسازن تو هند، اصلا بلد نیستن معماری درست بلد نیستن، بهداشت و نظافت ندارن، ما اینا رو باید بهشون یاد بدیم. حالا چجوری باید تبدیل بشه به افغانستان به عنوان یکی از عقب افتاده ترین کشورهای جهان؟ برای چی؟ کشوری که هیچ وقت 200 سال استقلال نداره، همیشه خارجی ها اونجا باید پادگان و پایگاه داشته باشن، همیشه باید دیگران سر افغانستان با هم دعوا کنن، این پاس بده به او، پاس بده به ای. افغانستان بدون آقا بالا سر، افغانستانی که خود نخبگانش بالا سرش باشن. ببینید اینا تا چه جزئیات میگه، تاجیک هم شیعه و سنی رو میشه به جون هم انداخت. میگه که 4 نوع شبکه در افغانستان وجود داره، اینا رو من مخصوصا برای شما عرض میکنم چون شما افکار عمومی رو باید آگاه کنید. میگه 4 شبکه در افغانستان ما داریم و حتی بین خود تاجیکا، شبکه اسلامگراها، شبکه روحانیونی که تو مدارس سنتی بودن، شبکه های قبیله ای و شبکه های صوفی. ما این 4 رو علیه هم دیگه باید سازماندهی کنیم. ما نمیتونیم بگیم ما تو تاجیکا آدم داشته باشیم، تو هزار آدم ما باید تو تک هر کدوم اینا، تو هر واحدی. آقا اسنادی داره میگه در آن واحد یه انگلیسی به عنوان مولوی هندی با لباس هندی اسلامی تو او قبیله است. گفته من مولوی هندی هم، زبان عرب خوب یاد میگرفتن، موهاش هم رنگ میکردن، من چیکار میکرده. او یکی دیگه به عنوان بهداشت، تأمین بهداشت تو قبیله دیگه بوده، هر دو هم دارن از یه جا دستور میگیرن و اونا تصمیم میگیرن این دوتا با هم که درگیر باشن که نباشن، که به هم کمک کنن. میاد سراغ هزاره ها، جالبه، میگه هزاره کلمه فارسی به معنی آواره است، ما باید تلاش کنیم اینا همیشه آواره بمانن. بینشون از محافظه‌کار افراطی تا میانه رو و رادیکال اسلامی و احزاب ماویست وجود داره. ما باید هزاره ها رو چجوری مدیریت کنیم؟ قدرت جنگاوریشون بالاست و انسجامشون برای درگیری، نقاط مثبتی که تو هزاره جهات و اینا هست تعریف میکنه که چجوری اینا رو باید مدیریت. میاد سراغ ازبک ها که اینا از کجا هستن و بعد
تقسیم بندیشون میکنه. 7 محور برای اختلاف داخلی بین ازبکار ذکر میکنه. اینا رو شما باید تو افغانستان تو دانشگاه روش بحث کنید، تو رسانه ها بحث کنه. میگه ازبک ها بعضیشون میگن که اینا ریشه های قدیمی ترک دارن، تغییر گویش دادن. اینا ریشه شون از تخاریان ایرانی زبان بوده، با ترک ها مخلوط شدن. و میگه هر 4 تا جریان، هر 4 تا قومیت افغانستان ریشه های ایرانی دارن، مطابق باید بین اینا ما بتونیم تفاوت. بعد میگه که بین ازبک هایی که لهجه ازبکی دارن با لهجه ترکمنی، بین سنی و شیعه شون که اقلیت شیعه. بعد میگه غیر از اینا رو ایم قبائل ایماق، قرقیز، قزاق، بلوچ، قزلباش، نورستانی، سیک، مغول و چی که در افغانستان هم، همه اینا رو با ذکر تعداد مردمش و ای که قبائلشون دقیقا کجا هست، کشاورزی میکنن یا دامداری میکنن، آخوند دارن یا ندارن، آخونداشون چقدر توشون نفوذ دارن. بعد که وهابیت پیدا شده اونجا بررسی میکنه، میگه ما از وهابیت تو افغانستان چه استفاده میتونیم بکنیم. میگه وهابیت اصلا بعد از انقلاب ما شروع کردن به ترویجش. این بن سلمان همین چند هفته پیش گفتی رو نمیدونم شنیدید یا نه، گفت که ما اصلا وهابی نبودیم، ما خلاصه راست هم میگه ما آل سعود مشغول بخور و عیاشی و جنایت و بزرگترین قمارخونه ها و فاحشه خونه های دنیا اینا هستن، تو لاس وگاس، تو همه جا اینا سهمی های بالا، فسق و فجور. گفت وقتی که انقلاب اسلامی در ایران شد، خطر انقلاب اول در عراق و پاکستان پیدا شد، بعد خطر در عربستان بود که سنی های عربستان بگن ای ما از ایران عقب نمونیم، و در مصر. و اگر این 3-4 تا کشور می شد انقلاب، دیگه کل جهان اسلام انقلاب بود. راه حلایی که سنجیدیم یکی بود که جنگ ایران و عراق صدام شروع کنه که عراق انقلاب نشه، بلکه خود اینا بجون هم بیفتن، دو تا کشور با اکثریت همه مسلمان، اکثریت شیعه، چون ایران و عراق یک ملت بودن همیشه، نجف، کربلا، اصلا خیلی ما ایرانی ها داریم، هم مثل ایران و افغانستان که فامیلا دو طرف مرزن، اونجا هم همینطوره. بعد گفت تو پاکستان و افغانستان و شبه جزیره هند نمیتونیم جنگ بین ایران و اینا ایجاد کنیم، چون این زمینه ای نیست، اونجا صدام داره، اینجا صدام نداره، ولی اینجا باید وهابیت ترویج پیدا بشه. خب در اسلام سنی شبه قاره هند و افغانستان و پاکستان غالبا صوفی بوده، صوفی تصوف و اهل بیته، اصلا این وهابی ها که میگن تصوف همان تشیع است زیر پوشش تسنن، حرفشون اینه. چرا؟ چون تمام اهل سنت، صوفیان اهل سنت از شمال آفریقا تا شبه جزیره تا شرق آسیا، مالزی و اندونزی تا بالکان، اینا همه طریقت های صوفی هست، و همه طریقت های صوفی سنی و شیعه همه میرسن به علی بن ابی طالب، به امرمون علیه السلام. یعنی سرسلسله تمام طریقت های صوفی سنی و شیعه علی بن ابی طالب، و حب اهل بیت دارن همه جا. اصلا این زیارت و توسل و شفاعت و اینا که مال شیعه نبوده، همه اینا داشتن. میگه ما وهابیت رو علم کردیم تو پاکستان، افغانستان، هند، یک به خاطر فقر این مناطق، فقر اقتصادی، دو به خاطر که نظام آموزش توشون ضعیف بود، و رفتیم میگه فقط تو پاکستان 1000 تا مدرسه وهابی رو انداختیم، تو افغانستان همینطور جاهای مختلف شروع کردیم از اینا سربازگیری. برای چی؟ یک، جنگ شیعه سنی، و جلوی اینکه انقلاب اسلامی بگن انقلاب شیعه است، انقلاب ایران شیعی اسلامی نیست، ربطی به افغانستان و پاکستان و هند و اینا نداره، در حالی که افغانستان از قبل از انقلاب یکی از پایگاه انقلاب بوده. اینا رو شما نمیدونین، شما اصلا به دنیا نبودین اون موقع، من به 13-14 سالم بود، ولی اینا رو من میدونم تو مطالعات و آثاری که داشتیم و اونایی که باشون تو مبارزه بودن، من از اونها از کودکی میشنیدم. یکی از پایگاه‌های تأمین سلاح برای مبارزه مسلحانه علیه رژیم پهلوی افغانستان بود. همین سید علی اندرزگوش شهید شد که مرد با 30-40 تا شناسنامه بود، یک طلبه بود، اول قضیه اعدام شاه و مثلا علی منصور و این حرفا، تا زمان انقلاب مخفی بود، کل سرویس‌های جاسوسی آمریکا، اسرائیل، انگلیس، ساواک دنبالش بودن. یک پایگاه ارتش افغانستان بود، یکی از جایی که می آورد، یکی از جایی که ایران مبارزین تحت تعقیب بودن، فرار میکردن از طریق افغانستان، میرفتن سوریه، لبنان، فلسطین، اونجا آموزش میدیدن میامدن.
یعنی افغانستان همیشه یه پشت جبهه انقلاب اسلامی بود و سنی و شیعه در افغانستان ما گروه‌هایی داشتیم که از قبل از انقلاب اسلامی با امام ارتباط نزدیک داشتن، با وجود مشکلات اقتصادی بخشی از وجوهات شرعی از افغانستان به امام می‌رسید، بخشی از بازوهای اصلی امام در نجف طلاب افغانستان بودن. خب این ارتباط این دوتا، خود بن سلمان گفت ما اصلا وهابیت رو با دستور و هماهنگی آمریکا و انگلیس و اینا و با هماهنگی پاکستان و امارات و اینا ما اصلا به این چه رسیدیم، تنها جوری که میشه جلوی قیام اسلامی افغانستان، پاکستان، هند رو علیه استعمار بگیریم که اینا قیام نکنن فقط از طریق وهابیت. و الا تو ذهن بچه های سنی انقلابی بحث شیعه سنی نبود، بحث اسلام بود و غیر اسلام. ولی ما کاری کردیم بحث شیعه سنی مطرحه، بعدم هر سنی نه وهابی سنی. راجع به مذهبم همینطور که حالا من دیگه بحثشون طول میکشه از او صرف نظر میکنم، راجع به رسانه یکی دو نکته عرض بکنم و این لازمه واقعا بهش توجه داشته باشیم. وقتی که این رسانه های جدید که هی جدید و جدیدتر اولا پیش آمد، این تحولی که تو این 10-20 سال افتاد به نظرم با یک قرن گذشته قابل مقایسه، نمیدونم قبول دارید اینو، و تحولات این یک قرن با کل تاریخ قابل مقایسه بود. یعنی از وقتی که صنعت چاپ و کاغذ آمده، اینا در ذهن بهتون بگم تاریخ علم و تمدن هم اینا جعل کردن. آقا صنعت چاپ کی درست شده، کاغذ سازی کی درست شده، دانشگاه‌های مدرن، همه دروغه، اینا همه دروغه. این تاریخ علم و تمدن رو تو قرن 19، آخر قرن 19 برای ما نوشتن و برای کل دنیا همه جا تو دانشگاه دادن. بعد دیدم نیوتن زیر درخت سیب نشسته بود، سیب افتاد، گفت ای چرا افتاد پایین، چرا نرفت بالا، یه مرتبه جاذبه رو کشید. اینا همه قصه است. میدونید اینا رو کی کشف کرد؟ اون کسی که تو افغانستانه، ابو ریحان بیرونی. نه نیوتن، ابو ریحان اینا رو کشف کرد. ولی هیچ کس تو دنیا ابو ریحان و افغانستان رو نمی‌شناسه. هزار سال پیش ابو ریحان، برید ببینید راجع به گردش زمین دور خورشید و مسئله جاذبه و وزن حجمی اجسام داره چی میگه. هزار سال پیش هیچ کس تو دنیا اینا رو به عنوان قوانین کشف شده در افغانستان مثلا نمی‌شناسه. حالا ایران که ابو ریحان و خیلی از این چهره ها که تو ایران فعلی ایرانی حساب نمیشن، مثلا مولوی افغانستانی و ترکمنستانی، محل دفنش هم بگیری ترکیه، ولی تو ایران اصلا کی با جرأت داری به ایرانی ها بگی مولوی آقا ایرانی نیست با ایران فعلی؟ بعد ترکیه که یک شعر ترکی هم بنظرم در کل بحثش نیست الا اگه چند بیتیه و هم اهل ترکیه است. مولوی رو کسی به نام افغانستان و ترکمنستان و بلخ و اینا نمیشناسه، کسی به نام این آسیای میانه نمیشناسه، در حالی که شما شنیدید که پرفروشترین ترانه ها و موسیقی ها متن شعرش مال مولویه در آمریکا و در کل غرب، همیشه جز به اون ترانه های رده یک فهرستیه که هر هفته توی ترانه هاشون اعلام میکنن شعرهای مولویه. الان من شنیدم هالیوود داره یک مولوی میسازه، مولویش هم این هنرپیشه هست، خوشگله، اسمش الان یادم رفت، یه پسره از خوشتیپ خیلی تو همه فیلم ها قهرمان آرتیسته، مولویش هم چشم سبزه، مولویش هم انگلیسی داره، انگلیسی یا آمریکایی، مال ایالت نیویورک احتمالا خواهد بود. یا مولویمون هم رفت، ابو ریحان هم رفت. شما قوانین که به نام نیوتن شناخته شده، قوانین مکانیک که میگن آغاز فیزیک جدیده، سه تا قانون عین عباراتش هزار سال پیش در نوشته های ابن سیناست. خب ابن سینا مال همین خراسان بزرگ که افغانستان و ایران همه با هم بودن، همین خراسانیه، ولی یه قوانین به نام اون نوشته شد. کتاب بالینی گالیله آثار ابن هیثمه. ابن هیثم دانشمند و فیزیکدان و نورشناس و نابغه بزرگه. خب ایشون هم اهل همین ایران اون موقع، البته بصره اون موقع جزء ایران بود، بصره است، شیعه بصریه، که خلافت فاطمی تو مصر بهش میگه که بیا اینجا مهندسی کن، طوفان‌های موسمی که تو نیل و مدیترانه میشه اینا رو برنامه‌ریزی کن که چگونه آبیاری کنیم که به جای تخریب اونجا بتونیم کشاورزی کنیم که چه و چه. از
عراق از این ایران بصره را میفته میره اونجا شمال آفریقا در مصر و سودان نقشه کشی برای کنترل آب که آب مضر بشه آب مفید. خب آقا شما الان خود شماها نمیدونین، خود شماها نمیدونین که پدران مهندسی جدید، پزشکی جدید، معماری جدید مال همین خراسان بودن، خراسان بزرگ که ما و شمایی نمیدونین اینا رو، استاداتون هم نمیدونن، استاداتون هم تو دانشگاهی که میخونین اینا رو نمیدونن، چون از اول دست یه چیزی دستون نگفتن این تاریخ علمه. یکی از چیزایی که باید این کار رو بکنید برید تاریخ و جغرافی های افغانستان رو شخم بزنید، استخراج کنید این معادن طلا و نقره رو در اونجا، به دنیا نشون بدید که کی بوده این ملت. یکی از چیزایی که اینا غربی هایی میخوان به دنیا بگن شما نمیتوانید ما میتوانیم، تاریخ علم و تمدن رو جعل کردن. شما الان همه فکر میکنید ماها فکر میکنیم علم جدید از قرن 19 یا قرن 18 شروع شده، پدران همه علوم جدید هم یا انگلیسی هن، یا فرانسوی هن، یا هلندی هن، یا آلمانی هن، یا ایتالیایی هن. در حالی که کل این تمدن جدید الگوبرداری از یکی اندلس بود، تمدن اندلس بود، اروپای جنوبی، اروپای مسلمان، اروپای علم و تمدن، کتابخونه‌هایی با چند میلیون جلد کتاب او زمان. آقا اولین صنایع کاغذسازی تو همین خراسان درست شده بوده، تو همین بخارا، بلخ، توی همین ایران و افغانستان، ترکیه، اینا اولین کارخانه های کاغذسازی جهان بودن. در چین یک کاغذ ابتدایی ساخته میشد، خیلی ابتدایی و گران. این مسلمان های منطقه برداشتن اول 7 نوع، تو تاریخ برید ببینید 13 نوع کاغذ در کارخانه های کاغذسازی در خراسان بزرگ تولید انبوه میشده. کتابخانه های با 2 میلیون 3 میلیون جلد کتاب بوده. صنعت چاپ اصلش در چین بود، تبدیل یعنی مواد اولیه‌اش خامش، باز تا همین خراسان بزرگ تبدیل شد به صنعت چاپ. صنعت چاپ از اینجا رفت به جنوب اروپا، شمال آفریقا، از اونجا رفت وارد ایتالیا و شمال اروپا و آلمان شد، ولی امروز گوتنبرگ آلمان، قوانین نیوتن فلان دروغه. آثار فخر رازی رو برید ببینید، آثار ابوالبرکات بغدادی رو ببینید، آثار متفکران بود. این ناصر خسرو یک قول فکریه، آدم کوچکی نیست ناصر خسرو، یک انقلابی بزرگ، یک ادیب و شاعر بزرگ. این جامی کی که سنی شیعه، او شیعه اسماعیلی، این سنی با شیعه مخالف جامی، ولی همشون میبینی محب اهل بیت. بحث رسانه، من اینا رو عرض کردم، رسانه شب رو روز و روز رو شب میشه. الان تو ایران دارن تبلیغ میکنن هر چی پول دارین دارن میبرن سوریه و عراق و اونجا دارن خرج میکنن، اونجا میگن هر چی پول و نفت و اینا دارین برده ایران، برده برای خودش. بصره شلوغ شد دیگه، خبرشو دارید یا نه؟ تو رسانه ها کی بودن؟ بصره همه مردم شیعه طرفدار ایران و فلان و همه آدمای خوب مسلمان، کنسولگری ایران رو آتش دادن کلا نابودش کردن. مردم نبودن، یه تیمای خاصی هن، پشتش آل سعوده، پشتش سرویس های جاسوسی هن، اما او که کف خیابون میاد رسانه میارش، رسانه بهش میگه که میدونی تو آبت چرا قطعه؟ چرا برق قطعه؟ چرا آب خوردن درست نداری؟ چرا مشکلات داری؟ ایرانی ها دارن میبرن. دروغ. رسانه جنگ درست میکنه، رسانه برادرکشی را میندازه. یک سلاحی دست شماست که به نظر من از بمب اتم قوی تره. انشالله ما به زودی، هرچه زودتر، هرچه بیشتر، پیشرفت افغانستان، صلح و امنیت در افغانستان، آزادی و آبادی و آگاهی در افغانستان رو شاهد باشیم و این ملت شریفی که این همه مصیبت و مشکلات کشیده و نزدیک 200 سال تحت اشغاله، هنوز هم تحت اشغاله، به آزادی و استقلال برسه و این استعدادهای درخشانه که در افغانستانه، استعدادهای درخشان است. افغانستان سرزمین استعدادهای درخشان که اینا اصلا محیط مناسب پیدا نکردن برای که رشد کنن، محیط پیدا نمیکنن. امکانات اگه باشه بعد میبینید چه خبره. انشالله امیدواریم ما در 2-3 دهه آینده افغانستانی آزاد، آباد، آگاه، مستقل، متدین و پیشرفته انشالله شاهدش باشیم و شما پیشگامان این افغانستانی.
خیلی خوش آمدید، خیلی لطف فرمودید، واقعا خوشحال شدم. یک شام ساده ما داریم خدمتتون، دوست داریم خدمتتون باشیم. اگر شام چربتری تو هتلی جایی داریم، اگر نه که ما خیلی افتخار است که بله هتل. خیلی خوش آمدید، خیلی خوش آمدید. من حتما باید بیام بازدید پس بدم، به شرطی که دعوتم کنید من بیام. بله بیام انشالله افغانستان، چند تا شهر با دانشگاهی ها با رسانه ها، ما و دوستان ما این رفت آمده باید زیاد. من الان به هر کس بگم شما اکثرتون دفعه اول آمدین ایران باور نمیکنن، ما رو هم شماتت میکنن، میگن چطور شده؟ نمیدونم بگم کم لطفی شما هاست یا کم لطفی ماست. خیلی خوش آمدید.